قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز هر جا که هستید براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم این برنامه هم بتونه مشکلی رو از زندگی شما رفع کنه و راهی رو برای شما بگشاید در تلاطم زندگی که درش هر روز یک مشکلی وجود دارد اساساً مسائل فقهی و شریعت اسلام اومده است برای اینکه انسانها را خوشبخت کند نه آمده است که مردم رو در تنگنا و سختی بگذارد همونطوری که خداوند در مورد قرآن کریم فرمود طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى قرآن نازل نشده است که مردم در مشقت و سختی باشند بلکه خداوند قرآن رو فرستاده است که مردم رو در رحمت و سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت قرار دهد این برنامه هم همونطوری که مستحضر هستید و میدونید آشنا هستید با برنامه برنامه اقتصاد داره به سوالهای فقهی شما سوالهایی که شرعی میپرسید یا هر موضوعی که مرتبط به قضایای شرعی هست و جواب اون رو از این برنامه میخواید در حد توان بونها جواب خواهیم داد و هر سوالی هم که جوابش رو ندانیم آن را واگذار خواهیم کرد به هفته بعد بعد از تحقیق به اون جواب خواهیم داد پیشاپیش میخوام از دوستانی که تماس میگیرن اگه سوالی دارن سوالشون رو مطرح کنن و این برنامه اختصاص داره به اونایی که واقعا مشکلی دارن یا سوالی دارن و میخوان در موردش آراء یا رأی فقهی رو یا رأی برنامه رو و کارشناس برنامه رو بدونن راه های ارتباطی با ما معروف هست که میتونید از طریق واتساپی که زیرنویس شده سوال های نوشتاریتون رو از طریق واتساپ بفرستید و همچنین میتونید از طریق تماس مستقیم با برنامه هم با شماره تلفنی که زیرنویس شده ارتباط برقرار کنید و سوالاتون رو مطرح کنید مثل همیشه میرم سراغ سوال هایی که از قبل اومده تعداد زیادی سوال واتساپ اومده من در هفته گذشته فقط تونستم بخشی از اون رو جواب بدم در طول هفته بخش دیگر اون همچنان مونده و من مستقیم میرم سراغ واتساپ هایی که از طریق شما بینندگان عزیز اومده و سعی میکنم که بخش بیشتری رو این هفته جواب بدیم و از خجالت شما بینندگان عزیز در بیاریم بیننده عزیزی سوال کردند که بیننده سوال کرده که آیا شب اسراء اون شب اسراء که همون شبی است پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام به از مکه به بیت المقدس رفته اند و در سوره
اسران بحث شده، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، که در شب اسراء خداوند پیامبر رو از مکه به بیت المقدس برد، فرستاد، و همونطوری که در روایت این رو تایید میکنه، روایت صحیحی که وارد شده است، این سریان و حرکت کردن در شب از مکه به بیت المقدس صورت گرفته به معیت جبریل صورت گرفته، و در اون بخش هم روایت های متعددی اومده. ایشون میگه که آیا در این شب در مورد نماز وتر هم اومده؟ من روایتی رو سراغ ندارم، یا یادم نیست که روایتی که در بحث نماز وتر اومده باشه که در سر شبی که شب عصر معروف هست صورت گرفته باشه. اگر روایتی رو یافتم حتما خدمتتون عرض خواهم کرد. و اما بیننده بعدی سلام، کسی 14 سال به زندان بوده است، الان از زندان آزاد شده است، آیا دوباره با زنش عقد کنند یا نه؟ منتظر جواب شما هستیم. ببینید، اگر 14 سال زندان بوده و اگر ایشون قبل از زندان ایشون را عقد کرده، همچنان اون عقد جاری هست، قابل قبول هست، صحیح هست، مگر اینکه این خانم رفته باشه و درخواست طلاق کرده باشه و رسما طلاق گرفته باشه از ایشون، یا با به خاطر غیاب طولانی ایشون رفته باشه و در حضور بزرگترهایی که هستن، حالا شاید در نزد شما بیننده عزیزی که پیام داده احتمال زیاد نمیدونم ایشون از افغانستان هستن یا از ایران هستن، اگه در ایران هستید به هر حال حتما دادگاه‌های اختصاصی وجود داره که مراجعه کردید. اگه مراجعه کردید و طلاقتون رو گرفتید، بله الان میتونه دوباره عقد کنه، ولی اگر نه، طلاق نگرفتید، همون عقدی که وجود داره، اون عقد ساری و جاری هست و ایراد و اشکالی درش نیست. بیننده عزیز فقط سلام کردن. و علیکم السلام و رحمت الله. ببینید اگه سوالی دارید، مخصوصا این بیننده عزیزی که اینجا چندین بار سوال کردن و مرحبا فرستادن و منم جوابشون رو دادم، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، این واتساپ مخصوص سوالهای فقهی هست. اگه بعد از سلام اگه سوالی دارید بپرسید، ولی تکرار کردن سلام فقط به غرض سلام رو ترجیح میدم، که سلام سلامتی میاره به قول معروف که ضرب المثل چی میگن، ولی این واتساپ اختصاص نداره به این، فقط اختصاص داره به سوالای شرعی. شما ابتدای سوالتون سلام بکنید، بسیار پسندیده هست، و اما بدون سوال کردن و تکرار کردن زیاد، اون الان بیش از 10 بارشون سلام کردن، بندم جوابشون رو دادم. و اما این بیننده عزیز الان در بار آخر فقط گفتن مرحبا و ما هم به ایشون میگیم صد مرحبا، ولی سوالتون رو بپرسید و این واتساپ اختصاص به این موضوع داره. بیننده دیگه گفتن سلام علیکم و رحمت الله، استاد گرامی، میشه در مورد رکوع و سجده آیه های قرآن راهنمایی کنید؟ ببینید، رکوع و سجده آیه های قرآن نداریم، رکوع نداریم، سجده در قرآن کریم اومده، در سوره های متعددی اومده، در سوره همونطوری که شما میدونید در سوره علق اقرا و سجد و اقترب در آخرین آیش اومده، در سوره سجده اومده، در سوره حج اومده دوبار، در سوره های متعدد جاهای چند جای دیگر هم اومده، حالا حافظم اگر همراهی نمی کنه، ولی شما مراجعه کنید، قرآن رو نگاه کنید، اون جاها به شکل واضح و روشنی مشخص است، به بغل در حاشیه مصاحف هم نوشته سجده سجده، اون جاها سجده سنت است، سجده کنید. و اگر داخل نماز هم این آیات رو بخونید، سنت هست سجده کنید، بعد برگردید، بعد سجده‌ای که می‌کنید یک سجده فقط هست، یک سجده بهش میگن سجده تلاوت، سجده می‌کنید، بلند میشید و ادامه میدید نمازتون رو، از جایی که توقف کردید و رفتید سجود بلند میشید و نمازتون ادامه میدید. تسبیحاتی هم که در سجده تلاوت هست، همون تسبیحاتی رو بگید که در نماز میگید، گرچه در بعضی از آثار هم اومده که
و در بعضی روایات هم اومده که اذکار دیگری هم نقل شده، ولی همین اذکاری که در سجده نمازتون میگید اونجا بگید ایراد و اشکالی نداره و درست است. بیننده فقط تشکر کردن، خواهش میکنم، ممنونیم از پیام شما. ایشون میگن اگر موقعی که ایشون یک بار پرسیدن، من جوابشون رو دادم، میگه اگه کسی موقعی که انسان جنوب هست یا ناپاک هست وارد مکان های مقدسی مثل مسجد یا دار و تحفیظ شود یا از داخل آن گذر کند، گناه به حساب میاد؟ لطفا توضیح بدید. جوابتون رو دادم ولی بار دیگه میگم چا بینندگان دیگه هم استفاده کنن. ببینید، در همه جا شما اگه جنوب باشید، یعنی غسل بر شما واجب باشه، در همه جا جایز هست برید بشینید غذا بخورید بخوابید، همه جا بجز مسجد. در مورد مسجد جایز نیست در مسجد بشینید و شما غسل براتون واجبه، یا اونجا بخوابید یا اونجا بدون ضرورت گذر کنید. گذر شما در مسجد جایز هست برای انجام کاری، ضرورت باشه کاری، چیزی رو داخل مسجد جا گذاشتید، میرید برمیدارید میاد بیرون، یا میخواید پیامی رو به یکی برسونید داخل مسجد میشید، بهش حرفتو بهش میگی و میاد بیرون، گذر میکنی، به شکل گذرا میتونی گذر کنی. اگر در حالت جنابت باشه، یعنی غسل بر شما واجب باشه، میتونید برید مسجد و گذر کنید، اما نمیتونید بشینید یا مدت طولانی اونجا مکس کنید و بمونید. سوال بعدی ایشون این است، میگه ببخشید اینو میپرسم، یعنی اگه گوشی تو جیبت باشه بریم مسجد نماز بخونی مشکلی نداره؟ این سوال چیزشون هست، سوال قبلیشون هست، من هفته گذشته سوالشون رو جواب دادم. سوال قبلیشون این بود که اگه توی گوشی فیلم مبتذلی یا عکسی وجود داشته باشه آیا این گناه داره؟ تو جیب باشه بریم مسجد نماز بخونی گناه داره؟ عرض کردم نماز شما درسته، ولی اساساً نگه داشتن این عکس‌های مبتذل، نگه داشتن فیلم مبتذل، نگه داشتن اینها در داخل گوشیتون، یعنی اینکه شما برنامه دارید دوباره برگردید به این عکس‌های مبتذل، دوباره اونها رو نگاه کنید. نگاه کردن به فیلم و عکس مبتذل شرعاً حرامه. خداوند در قرآن کریم فرمود و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، دستور داده به مؤمنین که چشمهاشون رو نگه دارن از نگاه کردن به زنان نامحرم، به مردان دستور داره، همچنین که به زنان هم دستور داده. حالا شما یه فیلم مبتذل رو داخل گوشیتون نگه می‌دارید، نماز شما درسته، ربطی به نمازتون ندارین که داخل گوشی کتاب نیست، عکس نیست، ورق نیست، همه این عکسایی که داخل گوشی شما هست به شکل رمزداری وجود داره، این رمزها هستن که اونجا هستن، در نتیجه این ایرادی نداره داخل گوشیتون هست، یعنی این که نماز میخونید، ولی اینکه داخل گوشیتون چین چیزی رو نگهداری میکنید، یعنی اینکه قصد دارید شما دوباره برگردید و این عکس ها رو نگاه کنید، این فیلم های مبتذل رو نگاه کنید، و این به معنی این هست که شما هنوز توبه نکردید، به معنی این هست که شما از این گناه دست نکشیدید، در حالی که باید ازش دست بکشید. کسی که داره نماز میخونه، نماز به معنی شما میگه، خداوند میفرماید ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نماز من و شما رو باید باز داره از اینکه فحشا و منکری رو انجام بدیم، و این خودش یه منکره که شما دارید فیلم مبتذل و عکس مبتذل نگه میدارید. حالا اینکه کسی نگاه میکنه ولی ادامه نمیده، این از اوصاف انسانهای متقیه که اگر مرتکب گناهی شدند ذکر الله، سریعا خدا رو یاد میکنن، فاستغفروا لذنوبهم، و طلب استغفار میکنن، ولم یصروا علی ما فعلوا، و اصرار نمیکنن بر این گناهی که انجام دادن، الحاح نمیکنن ادامه بدن، هی اصرار کنن بر ادامه دادن و تکرار کردن این. انسان مؤمن باید مواظب خودش باشه، مواظب دلش باشه، مواظب روانش باشه، مواظب نفسش باشه که عادت نکنه به
گناهان. وقتی که شما یک عکس یک فیلم مبتذل رو مرتب نگاه میکنید بهش عادت میکنید، در اسارت عادتتون قرار میگیرید. این رو کنار بذارید. نمازتون از لحاظ فقهی صحیحه، چون اون گوشی که شما گذاشتید که کاغذ و ورقی نیست که شما نگاه کنید یا چیزی از این قبیل باشه. این که نمازتون رو با اون گوشی میخونید ایراد و اشکالی نداره، گوشتون هم نه نجسه نه چیزی، هیچی نیست. ولی صحیح بودن نماز یه مطلب، قبول بودنش دست خداست. ما فقط میتونیم درباره صحیح بودنش حرف بزنیم. میتونیم بگیم نماز شما از لحاظ فقهی باطل نیست، نمازتون درسته، اما ای خدا ازتون میپذیره، این رو دیگه خداوند میدونه، ما نمیدونیم. ولی هر چقدر اون نمازتون صحیح تر باشه، هر چقدر اون نمازتون با روح تر باشه، خاشعانه تر نماز بخونید و نمازتون در زندگیتون تأثیر گذار باشه، حتما اون نماز قبول هست. بیننده عزیزی پیام صوتی فرستادن، متاسفانه پیام صوتی رو یک سوالی، من پیام صوتی رو میذارم ببینم میشه. متاسفانه اجازه یا صداش خیلی، یا صدا نداره یا صداش ضعیفه. رحمان رحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال داشتم، سوالم این است که هر سوره قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم نازل شده است، ما از سر سوره که میرسیم در داخل نماز سوره حمد که میخوانیم، سوره بعدی بسم الله الرحمن الرحیم بگیم خوبه یا نه؟ این سوال هم اگر پاسخ دهیم خیلی ممنون میشم. السلام علیکم و رحمت الله برکاته و من الله توفیق. و علیکم السلام و رحمت الله. و اما سوره هایی که اوائلش بسم الله هست، حتما بسم الله رو بگید. مادامی که این بسم الله در اول سوره ها اومده، حتما بسم الله رو در اول همه سوره ها وجود داره و شما بسم الله رو بگید، هیچ ایراد و اشکالی نداره. گرچه بعضی از اهل علم کلمه بسم الله الرحمن الرحیم رو آیه مستقلی و آیه تنهایی میدونن که در همه سوره ها تکرار شده، اما گفتن بسم الله الرحمن الرحیم ایراد و اشکالی نداره، ممنوعیت هم درش نیومده. در مورد سوره فاتحه، در مورد سوره فاتحه کسی که پیش نماز هست آیا بسم الله الرحمن الرحیم رو بگه یا نگه؟ این یه سوال هست. در مورد خود سوره فاتحه گفتنش لازم هست یا نه؟ برخی از اهل علم بر این رأی هستند که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره فاتحه نیست، در نتیجه گفتنش لازم نیست. و روایتی هم وجود داره که پیامبر اکرم علیه السلام فرموده، در روایتی که نقل شده، پیامبر وقتی نماز میخونده با الحمدلله شروع میکرده. این روایت هست. روایت دیگری هم هست که این رو تایید میکنه که گفتن بسم الله الرحمن الرحیم جز آیه ای از آیات سوره فاتحه هست. و اما این که پیامبر اون رو نگفته، یعنی به صدای بلند نگفته، بلکه ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم رو با صدای سری گفته، صداشو بلند نکرده، سپس شروع کرده به در نمازه جهری بسم الله الرحمن الرحیم رو گفته. ولی در هر حال این موضوعیه که فقها درش به خاطر همین روایات اختلاف نظر دارن. امام ابو حنیفه میفرماید که بسم الله رو در روایت که ازشون نقل شده نگید، و اما بقیه ائمه، امام شافعی، امام احمد و امام مالک میگن که بسم الله الرحمن الرحیم آیه از سوره فاتحه هست، یا باید اون رو که امام شافعی و امام مالک میفرمایند اون رو باید جهری گفت، و روایتی از امام احمد میفرماید که سری اون رو بگید و سپس سوره فاتحه رو شروع کنید. به هر حال هر کدوم بقیه سوره های دیگه بسم الله الرحمن الرحیم رو بگید بهتر است. بیننده عزیزی سوال کردند که سلام علیکم و رحمت الله، استاد ببخشید، سوال رسول اکرم علیه السلام می فرمایند که من کتاب و اطرتم را در میان شما ترک کردم، هر کسی که به اینها متمسک شود گمراه نمی شود، در حالی که در احادیث دیگری هم سنتی وارد شده است تا
تمسک به قرآن و سنت مشخص است، اما چگونه به اطاعت رسول الله صلی الله علیه و آله باید متمسک شد؟ در حالی که متاسفانه امروزه اشخاصی که خود را منتسب به رسول الله صلی الله علیه و آله می‌دانند، بسیاری از آنها هم گمراه هستند. منظور حدیث چیست؟ ببینید، در احادیثی که صحیح است و نقل شده، تمسک به اهل بیت در واقع توصیه به اهل بیت اومده. می‌فرماید که علیکم، میگه من دو چیز رو در میان شما ترک کردم که بدون شائبه و شبهه فرموده علیکم بکتاب الله و سنتی، کتاب خدا و سنت من. این خیلی تأکید شده، صریح و واضح است. اما در مورد اطرت فرموده که دو چیز رو در میان شما ترک کردم، یکیشون علیکم بکتاب الله فانه فیه الهدى والنور. در مورد کتاب خدا میگه شما را توصیه میکنم که کتاب خدا رو حتما تمسک بهش کنید و در این کتاب هدایت و نور هست. هر کسی به اون تمسک کنه هدایت یافته است، هر کسی به اون پشت کنه گمراه است. سپس میفرماید و به شما توصیه میکنم به اهل بیتم، اهل بیت من رو هم بهشون مواظبشون باشید، بهشون حرمتشون رو رعایت کنید. روایتی که در مورد عترت و اهل بیت هست، روایتی است که توصیه به احترام اونها، توصیه به هر رعایت کردن حقشون به عنوان اهل بیت پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام هست. اما تمسک به اونها در با توجه به جمع روایتی که وجود داره، توصیه به تمسک به قرآن و سنت هست. اما اهل بیت رو باید حتما حرمتشون رو نگه دار داشت، که اهل بیت شامل زنان پیامبر، شامل فرزندان پیامبر و خاندان پیامبر هست، که احترام و حرمت اونها واجب و ضروری است. بله، بیننده رو واسه کنید. آقای محمد باقر بفرمایید. محمد باقر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. استاد محترم، دون سپاس از برنامه خوبتان. یک سوال فقی داشتم. بفرمایید، خواهش میکنم. سوال ما قسمت که اگر در کل رسامی و نقاشی در اسلام حرام است، اگر شخص قصد استهزای کسی نداشته باشه، فقط به خاطر سرگرمی اطفال کارتون رسم کنه، یعنی کارتون شخص را به شکل کارتونی رسم کنه، کارتونی، بله، آیا بله اشکال داره، گناه داره یا نداره؟ میره بله بله، جواب میدم خدمتون. آقای تشکر من داره باشه. سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم، زنده باشید. ممنون از تماس. حدیثی که حدیث رو ذکر کردن در سنن ترمذی است. برای این حدیث رو شیخ آلبانی میگه این حدیث حدیث صحیح است. اما دیگران این حدیث رو، هر وقتی که شیخ آلبانی حدیث رو گفت صحیح است، به این معنی نیست که نزد دیگران هم حدیث صحیح است. اما نزد دیگران این حدیث رو به عنوان یک حدیث غریبی هست، حدیث رو در درجه اون درجه صحت نمیدونن، حسن میدونن. و اما روایت صحیح که در کتاب در صحیح بخاری و مسلم و همه اومده، این است که کتاب الله و سنتی اومده. اما بقیه در احادیثی که عرض کردم، حدیثی که مثلا در همین که حدیث حسن غریب هست، این حدیث در مسند امام احمد هم همچنین اومده، ولی مسلماً اونی که آیات قرآن کریم رو تایید میکنه، جمله وحی اون رو تایید میکنه، اینه که قرآن و سنت هست. رأی و آراء بقیه بشر دیگر، رأی و آراء بقیه خودشون هست، رأی خودشونه. اما حرمت اهل بیت رو باید حتما نگه داشت و واجب هست نگهداری حرمت، واجب هست صلوات بر اونها، دعای خیر کردن بر اونها. بله، بیننده عزیز سوال میکنند که سلام بر شبکه نور، سوالی داشتم میخوام همینجا جوابو بدهید، از نگرانی های زیادی منو راهنمایی کردید. این بیننده عزیز میخواد توی واتساپ من جوابشو بدم و سوالش هم خیلی طولانیه. این سوال رو میگه همینجا جواب بدید، پایینش هم نوشته که تلویزیون نمیخوام پخش بشه، به خاطر همین من این سوال رو واگذار میکنم وقتی دیگه.
این بیننده عزیز سوال کرده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید سوالی دارم. من بیننده همیشگی برنامه های شبکه خواهرتان مادر هستم از تاجیکستان. نمیدونم منظورش چی. تاجیکستان خواهش برایم نصیحتی نمایید. شوهرم وفات کرده. رحمت نماید فرزندانم. الله رحمت نماید فرزندانم. خردسال بودند. شوهرم برای من امکان خانه کردن نیافت. پس از مرگ شوهرم به خانه مادرم آمدیم. الان 12 سال می شود. برادرم برای من خانه و زمین گرفت ولی فرزندانم کوچکند. گفته اجازه رفتن را نمی دهد. میگه که 12 سال الان 12 سال می شود. برادرم برای من خانه و زمین گرفت ولی فرزندانم کچکند. گفته اجازه رفتن را نمی دهد. الله از برادرم راضی باشد. میخواستم فرزندانم را با خواسته خودم تربیت نمایم. کسی به من خلل نرساند. خانه خودم را داشته باشم. ولی این خیلی نشود. در عائله مادرم ماندم. الان فرزندانم انشاءالله با کمال رسند. برایم خانه گیرند. از زمین برادرم خریده دست میکشم. نمیخوام کسی چیزی داشته باشم. سوال اینجاست. آیا من انسان بی صبرم؟ من به تقدیر الهی راضیم. آیا عملهای در بالا ذکر کرده ام کفران نعمتند؟ خواهش میکنم راهنمایی کنید. برای آینده فرزندانم میاندیشم. محتاج کسی نشوم. ببینید اینکه شکران نعمت و تشکر کردن از دیگران و قدردانی از دیگران واجب هست. من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کسی که شکرگزار خوبی های دیگران نباشه شکرگزار خداوند هم نیست. انسان باید قدردان زحمات دیگران باشه. اگه برادرتون برای شما زحماتی رو کشیده اند قدردانشون باشید. ازشون تشکر کنید و همیشه این خوبی ایشون رو مد نظر داشته باشید. ولی این تعارض نداره با اینکه شما بخواید جای دیگری زندگی کنید به خاطر اینکه نمیخواید دیگران تأثیر گذار باشند روی فرزندان شما. نمیخواه از لحاظ فکری، از لحاظ تربیتی کسی دیگری دخیل باشه در تربیت اونها. به تشخیص خودت که شاید تربیت اونها رو نمیپسندی. ولی شکرگزاری رو حتما باید داشته باشید و سعی کنید که اگر هم میخواید از اونجا منتقل بشید، جای دیگری میخواید زندگی کنید، قطعا دل اونها رو به دست بیارید. یعنی برادرتون رو، مادرتون رو، اونایی که اطرافتون هستند رو و به شما خدماتی رو کردن در طول 12 سال سعی کنید که اونها رو نرنجانید. ولی در این حال هم اونی که مصلحت فرزندات هست، مصلحت خودت هست رو حتما با قناعت اونها رو راضی کنی و منتقل بشی جای دیگه. ولی باز هم یک نقطه میمونه. این که منتقل میشی جای دیگه با انسانهایی که عاقل هستن، انسانهایی که اهل مشورت هستن مشورت کن، چه بسا این منتقل شدنت به ضرر و زیانت باشه. تنها به خاطر اینکه میخوای خودت همه کاره فرزندات باشی دلیل نمیشه. چه بسا رأی و نظر برادرت درست تره. من که نمیدونم ایشون چطوری رفتار میکنن و مادرتون یا اطرافیانتون که نمیخوای اونها تأثیر روی تربیت فرزندات داشته باشند. اینها برمیگرده به اینکه با کسانی که واقعا میتونن شما را مشورت بدهند حتما شور بگیرید و بعد از مشورت اگر به این قناعت رسیدید که دور زیستن از اونها، جدا شدن از اونها و خونه جدا گرفتن به مصلحت و خیرتون هست این کار را بکنید. و البته خب صحبت کردن با برادرت، صحبت کردن با مادرت، راضی کردن اونها هم به نرمی و آرامی اونها رو راضی کنید. من از اینجا تقاضا دارم از اونها هم که درخواست شما رو هم عاقلانه بدون از احساسات و عواطف، بدون از ناراحتی، بدون از کدورت خواسته های شما رو هم روش فکر کنن و مد نظر قرار بدن تا اینکه این موضوع به سلامتی و خوبی اتفاق بیفته و اختلافی بینتون ایجاد نشه. بیننده عزیز گفتن که برادران بزرگوار السلام علیکم، اگر لطف کنید نمره تلفن دکتر صاحب
فولدر رو برای بنده ارسال کنید تشکر. من شماره ایشون رو ندارم، اگه اتاق فرمان دارن بعدا از طریق واتساپ برای این بیننده عزیز ارسال بشه. بله آقای محمد زاده بفرمایید. بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. همون یکی همون صدامو دارید؟ بله صداتون رو دارم بفرمایید. میگم من عرض دو کنچه سال میشه که خونت ادرار دارم، یه همیشه نمیشه مثل شرمندی سال. صداتون خیلی قطع وصل میشه، من متوجه نشدم، نمیدونم تا فرمان متوجه شدید. الو. بله بفرمایید. میگم من خونت ادرار دارم. بله نماز خوندنم درسته باطله؟ جواب میدم خدمتون آقای محمدزاده. جواب میدم خدمتون، ممنونم از تماستون. بیننده پیام صوتی فرستادن و حالا من پیام ایشون رو هم میذارم. و رحمت الله و برکاته. استاد یک سوال داشتم، همین نماز قصر را میفهموندین؟ یک نفر به شهر فدراسیون روسیه رفته است، باید چه خونه و چند ماه استودنی های؟ استاد یک سوال دیگر داشتم، همین زنها نماز میخونه در همین خونه باشه، مگر چند نفره باشه پشت به پشت ممکن هست نماز خوندن به جماعت؟ جماعت نمیشه و همه خیلی پشت به پشت نماز خوندن جایزه؟ الله جزای خیرتون بده، دعاگو باشین استاد. اما سوال ابتدا من سوال آقای محمدزاده رو جواب بدم، برمیگردم به سوال آقای سوال این خواهر که از تاجیکستان بودن رو جواب بدم. ببینید نمازی که کسانی که مسافرت میرن، مسافرتی که میرن، اگه مسافرت شما مشخص هست، یعنی میدونید تا چند روز میمونید، تا 4 روز میتونید نمازاتون رو قصر بخونید، نمازتون رو میتونید قصر بخونید، یعنی 4 رکعتی رو 2 رکعت میخونید، نمازهای 4 رکعتی رو 2 رکعت میخونید، این بهش میگن قصر، به شرطی که مسافتی رو که میدید مسافت سفر باشه. در احادیث نیومده تعیین کردن مسافتی که میتونید نمازتون رو قصر بخونید، و اما فقها اون رو 16 فرسخ، حدود 85 کیلومتر اگه مسافرت برید میتونید نمازتون رو قصر بخونید. و بعضی از اهل علم هم از معاصرین گفتن اگه جایی که میرید اونجا اگه بهت بگن مسافر هستی، یعنی بشه کلمه مسافرت روش گذاشت، در نتیجه میتونید نمازتون رو قصر بخونید حتی اگر از اون مسافت هم کمتر باشه. ولی اگر مدتی که سفر دارید غیر معینه، نمیدونید کی مسافرتون تموم میشه و طول مدت مسافرت میتونید نمازتون رو قصر بخونید مادامی که نمیدونید کی برمیگردید، اما اگه بدونید فقط میتونید 4 روز نمازتون رو قصر بخونید. آیا هاشمی بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهش میکنم. خوبی وقتت بخیر. ممنونم بفرمایید. یعنی کردی این سوال رو بپرسم یا فارسی؟ فارسی بپرسید. بفرمایید دیگران هم استفاده میبرند. من ثبت‌نام کمباین کردم با تراکتور تو بانک کشاورزی دیوانداره. حالا این یه مبلغشو ما میدیم، بقیهشو بانک خودش پرداخت میکنه به کارخانه عراق. حالا بعضی از عالما میگن این شرایطی که تو الان میاری این حرامه، چون خودت از کارخانه نمیاری، این بانک کشاورزی بقیهشو برات پرداخت میکنه. گفتم ببینم این واقعا شرایطی چجوری، آیا حرامه حلاله؟ اسمش چیه معامله ای که میکنید با بانک؟ شما از بانک عذر میخوام، شما از بانک میخرید یا اینکه از کارخانه میخرید؟ نه ما فقط تسهیلات و بانک به ما میده. درست. ما یه مبلغشو، ما 70 میلیونشو میدیم، بقیهشو 340 میلیون پولشه، بقیهشو بانک میده.
به چه اسمی میده؟ اسمش چیه؟ میدونی معاملش اسمش چیه؟ نه والا، این فقط میگن سهمیه است. به سهمیه به ما میدن، ولی هیچ جای سهمیه نیست. شرایط هم مثلا قسطی قسطی هفته هفتهی باید بدیم میشه 560 میلیون، یعنی اینقدر سودش بالا میشه 24% اینه. چقدر 24% از شما سود میگیرن؟ آره آره. بله بله. بسیار خوب. علمای ما مثلا یکی دو تا علمای خوب داریم سمت بانایی اینا. بله. یعنی این خودتون از کارخانه نمیتونی بگیرید، بانک بقیه پولو میدی، این حرامش میکنه. من توضیح میدم خدمتون آقای هاشمی. دست دارم استاد. ممنونم ممنونم. از اینکه ازشون خواستم که فارسی بگن به خاطر اینه که همه بینندگان عزیز استفاده کنن. کسای دیگری دقیقاً همین سوال شاید براشون پیش میاد در جاهای دیگری. خب من ابتدا سوال آقای محمد باقر رو که از روسیه تماس گرفتند رو جواب بدم. آقای محمد باقر گفتن که نقاشی کارتون، یعنی شخصیت‌های کارتونی رو نقاشی کردن ایراد داره. نه خیر، ایرادی نداره شخصیت‌های کارتون یا هر نقاشی دیگری که به شکل کارتونی هست. و ببینید فرق داره اونی که به شکل کارتونی میکشید، چون قطعا شکل و شماهات آدم ها اینگونه نیست، این شکل کامل نیست و وقتی هم کامل نیست ایراد و اشکالی درش نیست. اما اگه شخصیت رو کامل نقاشی کنید، بله نقاشی کردن درش روایتی اومده که در مورد تصویر، البته میفرماید تصویر کردن علما این رو تفسیر کرده اند به نقاشی، نه فیلم برداری، نه عکاسی. عکاسی و فیلم برداری جایزه، اما در مورد نقاشی جمهور اهل علم میگن که جایز نیست. نقاشی که نقاشی شخصیت باشه، یک انسان رو کامل نقاشی کنید، ولی یک شخصیت های کارتونی نه، ایراد و اشکالی درش نیست انشاءالله. آقای محمدزاده میگن که عفونت ادرار داره، آیا نماز درسته؟ نماز شما درسته، عفونت هم داشته باشه، هر جای بدنتون عفونت داشته باشه، مادامی که شما لباساتون تمیزه، بدنتون تمیزه در وقتی که نماز میخونید کافی. و اگر تکرر ادرار دارید به خاطر عفونتی که دارید، اگه تکرر ادرار هم دارید، وقتی که میخوای قبل از اینکه نماز بخونی برید طهارت بگیرید، خودتون بشورید و از یه وسیله استفاده کنید، پارچه‌ای، دستمال کاغذی، چیزی رو اون محل بذارید که اگر تکرر ادرارتون باعث شد به ادراری داشته باشید یا مقدار کمی ادرار از شما خارج میشه، به اون پارچه یا به اون دستمال کاغذی میرسه، میریزن دیگه، لباساتون رو کثیف نمیکنه. با همون وضعیت وضو گرفتید، نماز میخونید، حتی اگه در وسط نمازتون هم حس کردید چنین چیزی وجود داره، چون شما تکرر ادرار دارید به خاطر این بیماریتون، نمازتون رو تا آخر بخونید، بعد اون پوشاک رو یا اون پارچه رو یا اون دستمال کاغذی رو که گذاشتید بردارید و بندازید دور. نمازتون هم صحیحه، هیچ ایراد و اشکالی نداره، مرتبا به این شیوه نماز میخونید، برای هر نماز فرضی، برای هر نماز فرضی یک وضوی جدید میگیرید اگه تکرر ادرار دارید. اگه تکرر ادرار ندارید، فقط عفونت دارید، هیچ ایراد و اشکالی نداره، نمازتون درسته، میتونید با یه وضو هم چند نماز فرض رو بخونید. آقای هاشمی در مورد ماشینی گفته، کمپاینی گفتن که از کارخانهش میگیرن ولی بیشتر مبلغ یا اقساط رو یا پول کامل رو بانک میده و ایشون قسط ها رو به بانک پرداخت میکنن. اگر اینکه بانک ابتداعا این کمپاین رو بخره به اسم خودش بعد به شما بفروشه، این ایراد و اشکالی درش نیست، چون بانک شده صاحب اون کمپاین و به شما فروخته. یه بار دیگه عرض میکنم، اگه بانک بیاد اون کمپاین رو بخره از کارخانهش، یعنی بین بانک و بین کارخانه قرارداد مبایعه امضا میشه، در واقع بانک میشه صاحب اون کمپاین و بانک میاد در یه قرارداد دیگری این رو به شما میفروشه. اگه به این صورت اتفاق میفته، دیگه شما دارید از بانک خرید میکنید و بانک هم صاحب ماشین شده، یعنی بانک از کارخانه خریده و فروخته به شما. اگه به این صورت اتفاق میفته، ایراد اشکالی درش نیست. حالا بحث این که درصد زیاد میگیره، اینا دیگه چون خریده به شما فروخته، ایرادی درش نیست. و
ولی اگر نه، بانک کاری به این نداره، میگه شما برو بخر، کارخانه مستقیما ماشین رو به شما میفروشه، بین کارخانه و بین بانک هیچ قرارداد امضا نمیشه، در این صورت حرامه، چون ماشین رو شما خریدید، از کارخانه خریدید، قراردادی بین بانک و بین کارخانه وجود نداره به عنوان مبایعه، و در این صورت بانک فقط داره به شما قرض میده و سودش رو میبره و در این صورت حرامه. اما صورت اولی که عرض کردم، اگه بانک بیاد از کارخانه بخره، قرارداد مبایعه بین بانک و بین کارخانه اتفاق بیفته، انجام بشه، بعد بانک بیاد مبایعه دومی رو در بار اول خریدار از کارخانه، در بار دوم بانک میشه فروشنده و این رو به شما میفروشه، در این صورت جایزه و ایراد و اشکالی درش نیست. و تمام بانک های یا بیشتر بانک های اسلامی که در کشورهای عربی وجود داره، از بانک فیصل اسلامی گرفته یا بانک دبی اسلامی گرفته، بانک امارات اسلامی، بانک ابوظبی اسلامی، شارجه اسلامی، همه بانک های اسلامی دیگه ای که بانک تنمیه اسلامی، بیت تمویل کویتی، همه اینها معاملات اسلامی دارن، تا جایی که بنده اطلاع دارم عمده معاملاتی که دارن از این طرف، از این طریق دارن ماشین رو به دیگران میفروشن، ابتداءً قراردادی بین بانک و بین اون کارخانه یا بین اون بنگاه ماشین فروشی اتفاق میفته، اون بنگاهی که ماشین رو داره یا اون وکالهی که شرکت که ماشین رو میفروشه، ابتداءً میفروشه به بانک و مبایعه امضا میشه بین این دو طرف، و سپس میاد این رو میفروشه به خریدار بعدی که جناب عالی یا هر کسی دیگه ای باشید، و مبایعه بعدی امضا میشه، و این به این شیوه از با یه قیمتی از کارخانه میخره، با یه قیمت گرونتری به شما میفروشه به شکل اقساط، در این صورت اشکالی نداره و حلال هست. بله، من برم سراغ سوال دیگری از واتساپ. بیننده از این گفتن سلام، خواستم بفهمم این سوال شما رو فقط در واتساپ میشه جواب داد. سلام بر نوریان عزیز و بیننده های محترم، سوالی داشتم. کسی توبه کنه بهش عمل نکنه، مجازاتش چیه؟ مجازاتش اینه که باز هم توبه کنه و بر نگرده به اون گناه. ببینید دو شیوه توبه کردن هست، یکی این که کسی به زبان میگه توبه اما تو نیتش هنوز بازگشت به اون گناه هست، هنوز میخواد برگرده، راه های رسیدن به اون گناه رو قطع نکرده، مثل همون بیننده‌ای که گفتم میگه توبه دیگه نگاه نمی کنم فیلم مبتذل اما گوشیش پره، یعنی این که نه، راه رو نبسته، این توبه‌ای که میکنه حرفه، این توبه ارزشی نداره، گرچه خب استغفرالله میگه انشالله خداوند ثوابی براش بنویسه، ولی اون توبه ای نیست که خداوند از ما میخواد، توبه اینه که انسان برگرده به سوی خدا و ارتباطشو با اون گناه قطع کنه، ولی اگر بار دیگه وسوسه شد دوباره برگشت به اون گناه، باز هم توبه کنه، این قد توبه کنه، تکرار کنه تا اینکه تموم بشه و ارتباطش با اون گناه قطع بشه. بله، خانم آسیه بفرمایید. سلام استاد. ممنون، علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. خواهش استاد ببخشید، سوال من مربوط به خودم، من میتونم بپرسم؟ بله بفرمایید. میشه واسه سرنوشت دعا کرد یا حتی تو سرنوشت هست همینه نماز تمام میکنه؟ آها، سوال شما اینه که میگی میشه برای سرنوشتمون دعا کنیم؟ آره، مثلا نفری که میخواد زندگیت باشد، میشه واسه دعا کرد یا همون که میگن خدا رحم بده دعا نمیخواد همین؟ بله بله، جواب میدم خدمتون خانم آسیه. باشه، دست درد نکنه، خدا ممنونم، خدا نگهدار شما. بیننده دیگری سوال کردن، سلام علیکم، در بهشت خداوند چگونه دیده می شود؟ آیا چشمی هست یا حسی؟ چشمی هست یا حسی؟ و ببینید خداوند همونطوری که در حدیث صحیح اومده که می فرماید ترون ربکم عیانا، حدیث این گونه می فرماید، میگه خداوندتون رو عیان می بینید در روز قیامت. این رأی اهل سنت و جماعت بر این هست که بله، در روز قیامت خداوند
دیده میشه، خدا آن رو میبینید، عیانا میبینید. ولی ببینید این چشمی که ما در دنیا داریم نه، این جسمی که ما در دنیا داریم نه. وقتی که وارد بهشت که شدیم دیگه این چشم توانه دیگه پیدا. ما در این دنیا حتی نه تنها این که بگیم امور غیب رو نمیبینیم، امور حسی رو هم همه رو نمیبینیم. دید ما، قدرت دید ما در دنیا محدوده. خداوند این اجازه رو داده تا یه حدی ببینیم، گوش ما تا یه حدی میشنوه، به خاطر همین حتی فهم و درک ما هم تا یه حدیه. ولی در روز قیامت در بهشت این گونه نیست. دید انسان ها، اصلا جسم انسان ها این جسم نیست، تبدیل میشه به جسم دیگری اونایی که در بهشتن. و حتی شکل و قیافه آدم ها زیباتر از شکل و قیافه دنیاش هست قطعا. و دیدن و حس کردن و شنیدن هم همچنین. این رأی اهل سنته که خداوند رو میبینیم. اما خب آراء دیگران هم هست. معتزله میگن نه خیر، خداوند دیده نمیشه. فکر کنم شیعه هم باز همین رو میگن. و اما دیدن خداوند بهترین، بزرگترین نعمت است. در روایات بسیار زیادی اومده و در دعاهایی هم که اومده دعا کردن این که خداوند لذت دیدن خودش رو نصیب اون کنه در روز قیامت. در سوال بعدیشون اینه که میفرماید که در سوره بقره آیه 45 آمده که از نماز و صبر کمک بخواهید. چطور کمک بخواهید؟ استعینوا بالصبر والصلاة. از صبر و از نماز کمک بخواهید. ببینید شما برای اینکه موفق بشید چه چیزی شما را کمک میکنه که موفقیت رو به دست بیارید؟ در هر کاری اگه صبور نباشی موفقیت به دست نمیاد. صبوری است که به شما کمک میکنه بتونید بر کاری که دارید یاد میخواد یاد بگیرید. شما میخواید علم رو بیاموزید اما حوصله خوندن ندارید، خب یاد نمیگیرید. شما میخواید یه حرفه‌ای رو بیاموزید، صبر ندارید، تحمل ندارید، بازم یاد نمیگیرید. شما میخواید که از یک گناهی دست بکشید، دیگه مرتکبش نشید، توبه کنی، همینطور که سوال بیننده قبل بود، ولی صبور نیستی، نمیتونی مقاومت کنی در مقابل خواهش نفست. نبودن مقاومت در مقابل گناهان، در مقابل خواهش‌های نفس، یعنی نبودن صبر و موفق نمیشی. پس همونطوری که صبوری به انسان قدرت میده که بتونه موفق بشه، همونطور نماز هم معنویت انسان رو بالا میبره، خداوند به انسان کمک میکنه، راز و نیاز با خداوند انسان رو به خدا بیشتر نزدیک میکنه و دعات مستجاب میشه و این گونه موفق خواهی شد که بر مشکلات فائق آیی. آقای مسعود بفرمایید. سلام علیکم خدمت استاد عزیز و همگان شبکه دقیق نور. علیکم السلام. عرض خدمت شما، شبتون بخیر باشه. ممنونم. من داشتم قرآن رو مطالعه میکردم و دیدم که آیات بسیار زیادی در رابطه با دروغ اونجا از طرف خدا فرستاده شده و توی قرآن هستش که و واقعا من متاسفم برای حکامی که با دروغ دارن حکومت میکنن و مردمشون، حالا چه حکام جمهوری اسلامی گرفته چه حکام بقیه سرزمین ها بقیه کشورها. ما بعضی موقع ها از افرادی توقع داریم که راستگو باشن و ولی متاسفانه اینطور نیست، اونها هم دروغگو هستند در صورت که ظاهر. حالا سوالتون آقای مسعود به نقطه خوبی اشاره فرمودید ولی سوالتون رو من متوجه نشدم، سوالتون چیه؟ بله بله، من اجازه ادامه بدم و به نکته اصلی برسم که نه ببینید برنامه اصلی... میدونید چی آقای مسعود، برنامه ما ارتباط داره به سوالهایی که بینندگان عزیز دارند و بعضا مشکل زندگیشونه و میخوان دربارش بدونن و اگه شما سوالی دارید بفرمایید و اگر نه بحث دیگری طولانی تره شاید در برنامه دیگه‌ای که دوستان حتما برنامه های خوبی در شبکه نور هست که جناب عالی مشارکت داشته باشید و وجه نظرتون رو نقطه نظرتون رو اونجا مطرح کنید. بله بله چشم، من کوتاه میگم. من حرفم اینه که چرا آقای ترامپ در تلفات عین الاسد و مشترکایی که ایران زد به اون پایگاه
از هر دروغ گفتن و هر دروغشون سر برملا میشه. نگاه کنید آقای مسعود، ببینید ما اگه بخوایم دروغ ها رو بیایم یکی یکی بگیم، دوروبر خودمون تو کشور خودمون فراوان دروغ میگن، فراوان دروغ میگن. ترامپ هم دروغ میگه، کسی انتظار دروغ از ایشون هم نداره. مگه کسی انتظار داره دروغ بگه؟ دروغ نگه، دروغ میگه. ولی اگه بیایم مقایسه کنیم بین ایشون و بین حکام خودمون، اینایی که دوروبر خودمون حکام خودمون که خیلی بیشتر دروغ میگن. کم وعده داد آقای روحانی، کم دروغ تحویل مردم داد، میگه من خبر نداشتم. این دروغ، این چرا مردم تو خیابون ریختن؟ به خاطر همین دروغای آقای روحانی و بقیه سرد مسئولین بود که مردم بهشون توهین شد، تحقیر شدن، هواپیما رو انداختن میگه خبر ندارم، بنزین رو گران کرد میگه خبر نداشتم. قبلش میگن سران قوه نشستن و در مورد بنزین تصمیم گرفتن. مگه سران سه قوه یکی از این سه قوه یکیشون مگه مجریه نیست؟ مگه آقای روحانی نیست؟ چرا دروغ میگه به مردم؟ به هر حال ممنون از تماستون آقای مسعود. کاش ما به فکر مشکلات خودمون باشیم. ببینید شما به جای اینکه به دنبال این بگردید که تقصیر رو گردن این و اون بذارید و مردم رو، اتفاقا یه نقطه خیلی مهمی که وجود داره، اونا شفاف سازی میکنن، بیان میکنن، میگن که افرادی که صدمه دیدن، اونم از صدای موشکایی که شما فرستادید، همه رو میگن واقع واضح و روشن. شما نگفتید، آخرش هم معلوم نشد چند نفر کشته شدن توی آبان ماه، چند نفر هنوزم تو زندان ها هستند و خیلی مسائل دیگری که وجود داره که اگه بخوایم بحثش کنیم بسیار طولانی خواهد شد. بله، میپردازیم به خانم آسی. سوال کردن که میگه آیا برای سرنوشت میشه دعا کرد؟ قطعا میشه دعا کرد. ببینید من و شما نمیدونیم سرنوشتمون چیه و حتی میتونیم تغییرش بدیم، میتونیم تغییرش بدیم از خداوند. شما در دعای قنوت که در مذهب امام شافعی جزء سنت مؤکده که بعد در نماز فجر شما دعای قنوت بخونید، در دعای قنوت چی میگی؟ وقینی شر ما قضیت، میگه خدایا از اون قضا و قدر شری که وجود، شر قضا و قدر یعنی نوع شرش، قضا و قدر هم خیر داریم هم شرش، میگه از اون شری که قضا شده است منو محفوظ کن. پس میتونی دعا کنی از خداوند بخوا، بگو خدایا قدر منو تغییر بده به بهترینش، تغییر بده به اونی که خیلی بهتره. این قدری که اگه قدر من چیز بدی در مسیر من هست، تو که میدونی چیزی در مسیر من هست که بد باشه، ابدلها الى اجملها، اون رو تبدیل کن به زیباترینش، بهترینش رو نصیبم کن. و از خداوند بخوای دعا، میتونه الدعاء يرد القدر، دعا قدر رو عوض تغییر میده. صله رحم باعث میشه که اگه شری در مسیر شما هست عوض بشه. خدمت به پدر و مادر مسیر بد، عقوبت بد رو از شما دور میکنه. و حتی در حدیث دیگری اومده که صنائع المعروفی تقی مسارع السوء، میگه کار خوب کردن، معروف کردن یعنی خوبی نسبت به دیگران، خدمت دیگران کردن و کار معروف انجام دادن، کار خوب انجام دادن، عاقبت بد رو از انسان دور میکنه، مسارع سوء رو از آدم دور میکنه و خیر رو در مسیرش قرار میده. میگن انفاق کن شما حتما بلا رو دور میکنه و این درسته و بلایی حتما وجود داره که دروج میکنه، ولی در نهایت هر چی که پیش میاد مقدره. اما مقدر خیر داری، مقدر شر داری، سرنوشت خیر داری، سرنوشت شر داری. دعا کن خداوند عوض کنه، چرا نه، حتما میتونید دعا کنید. بیننده عزیزی گفتن آره، سوال این بیننده که جواب دادم در مورد بیننده سوال کردم فقط سلام علیکم و دعای خیر کردم برای مامان، برایشون و برای همه بیننده من عزیز دعای خیر میکنیم، از خدا خیر و سعادتشون رو میخوایم.
سلام استاد محترم، اسم من داوود است، از آلمان هستم. استاد یک سوال دارم، آیا در روز جمعه قبل از نماز جمعه سنت خواندن جایز است؟ قبل از اینکه همین که وارد مسجد شدید دو رکعت نماز تحیت المسجد میخونید، این سنت جمعه است. اما در مورد اینکه بعد اینکه دو رکعت سنت تحیت المسجد رو خواندی، آیا دو رکعت دیگه به اسم سنت جمعه وجود داره یا وجود نداره؟ دو رأی وجود داره. یک رأی بعضی از اهل علم گفتن بله سنت جمعه وجود داره، ولی دلیلی که هر دوشون، اونایی که میگن وجود نداره با اونایی که میگن وجود داره، هر دوشون یه دلیل میارن. دلیل هر دو یکیه. حدیثی از پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام هست که پیامبر بر روی منبر بودند، یک شخصی وارد مسجد شد و نشست، نماز نخوند، نشست. پیامبر بهش فرمود که آیا نماز خوندی؟ این منظوره که دو رکعت نماز خوندی؟ گفت که نه. گفت قم فصلی، بلند شو بخون، دو رکعت بخون، ولی طولانی نخون، خیلی مختصر بخون. در حالی که پیامبر رو منبر داشتن نماز میخوندن. اون دسته ای که میگن سنتی به اسم سنت جمعه وجود نداره، میگن این دو رکعت همون دو رکعت تحیت المسجده. اونایی هم که میگن سنتی وجود داره، میگن نه، این سنت تحیت المسجد نیست، این سنت جمعه است. هر کدوم از این آراء رو بگیری درسته، هر کدومش رو انجام بدی درسته، ولی بیشتر از دو رکعت سنت نیست. همون دو رکعت سنته. حالا به اسم تحیت المسجد بخونی درسته، به اسم سنت جمعه بخونی درسته، ولی ترجیحاً من اونی که مطالعه کردم ترجیحاً اینه که میگم تحیت المسجده. حالا دیگه هر کدومش هم انجام بدی جایزه. دیگه در شهری که من زندگی میکنم مسجد شافعی و حنفی مذهب با هم است و در روز جمعه قبل نماز جمعه سنت میخوانند. آیا نماز آنها درست است یا خیر؟ بله درست، همونطوری که عرض کردم تفاوتی نمیکنه. ببینید شافعی و حنفی و همه اینها هیچ تفاوتی با هم ندارن، اینا مسائل فقهیه. اونجا باید همشون یک صدا تابع اون امامی باشن که اونجا پیش نمازشون هست. و اگه سنت دو رکعت سنت خوندن قبلش، شما عرض کردم یا به نیت سنت جمعه میخونی یا به نیت تحیت المسجد، شما به نیت تحیت المسجد بخونید. اون یکی دو برادر دیگه شاید به نیت نماز سنت جمعه بخونه، ایراد اشکالی درش نیست و نزاع خلاف کردن بده. بیننده عزیزی فقط سلام کردند. میگه نماز تهجد رو چگونه بخونم؟ بله، نماز تهجد یعنی نمازی که در شب میخونید، نمازی که شب میخونید، بهترین وقتش هم ثلث آخر شب است، یعنی یک سومش باقی مانده از شب رو بلند بشید و نماز بخونید، اون بهترین وقتش است. اما وقت معمولیش از بعد از نماز عشا شما فرصت داری نماز تهجد بخونی تا نماز فجر، تا اذان صبح میتونی نماز تهجد بخونی. نماز تهجد دو رکعت دو رکعت خونده میشه. روایتی از ام المؤمنین عایشه میفرماید پیامبر در رمضان و غیر رمضان 8 رکعت میخوندن، به اضافه وتر، وتر هم 3 رکعت، این 11 رکعت. اما روایت دیگه میفرماید پیامبر دو رکعت دو رکعت میخوندن و محدود هم نیست، هر چقدر دوست داری بخون. اونی که میخواد محدود بخونه 8 رکعت بخونه، اگر حافظ قرآن میخواد تلاوت زیاد کنه خوبه 8 رکعت بخونه، اما قیام طولانی. اونی هم که نه، نمیخواد قیام طولانی کنه، خب همون نماز معمولی، قرآن زیاد حفظ نیست، قیام طولانی نمیخواد، دو رکعت بخونه، بیشتر از 8 رکعت بخونه، هر چقدر که میتونه، ولی آخرین نمازی رو که هر شب میخونید رو، وتر رو بخونید. ما یک دقیقه به انتهای برنامه داریم. من بله، تعدادی سوال از قبل مونده، متاسفانه من فرصت نکردم اینا رو جواب بدم. سلام علیکم استاد محترم، میگه از دانمارک به تماس هستم، یک سوال داشتم آیا کار
کردن. آیا کار به مؤمن جایز است یا نه؟ به معلومات جواب بده. نمیدونم منظورش کار کردن. به هر حال کار کردن جایزه. اگه سوال شما واضح نیست ولی سوالتون یه بار دیگه اگه بفرستید ممنون میشم واضح تر، یا اگه بلد نیست بنویسید صدا بفرستید. بعضی از دوستانی که از تاجیکستان هستند نوشتن فارسی براشون مشکله، صدا بفرستید، صداتون رو میشنویم و جواب سوالتون رو خواهم داد. ما به انتهای برنامه رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از همه شما متشکرم. خدا را می‌خوانم که به همه ما توفیق عبادت و بندگی خالصانه را عنایت بفرماید و قلم عفو بر گناهانمون بکشد. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين